دوستان عزیزم سلام، امیدوارم عالی باشین. به کانال پادکست زمزم خوش اومدین. در این قسمت به مطالعه تکنیک تجسم قوی از داستان نوول گادارد میپردازیم. نوول گادارد کسیه که چیزهایی که آموزش داده تا الان برای آدمای خیلی زیادی نتیجه داده و اون میگه شما با تخیل و تجسم میتونید روی اتفاقات بیرونی اثر بذارید و طبق تجسمات خودتون تغییرش بدید و هر چیزی رو تجسم کنید و میتونید منتظرش توی این دنیای واقعی باشین. حالا داستان خودش رو که از تکنیک تجسم استفاده کرده و روی شرایط بیرونی اثر گذاشته رو براتون تعریف میکنم. با کانال پادکست زمزم همراه باشید. تکنیک تجسم قوی از داستان نوول گادارد. دو هفته پیش درست قبل از اینکه تعطیل کنم همسرم گفت یه کار کوچیک دیگه باقی مونده. یکی از دوستانمون یه مقدار پول به تو بدهکاره. هیچ وقت ازش نخواستی این پول رو به تو بده. هیچ وقت دربارش ننوشتی و این قضیه رو به کسی نگفتی. ولی اون به تو این پول رو بدهکاره. تو قرار کل تابستون رو تعطیل باشی و تا آخر پاییز بر نمیگردی. باید بهش بگی که این پول رو برگردونه. اون مدت زیادیه این پول رو پرداخت نکرده و حتی بهش اشاره هم نکرده. گفتم باشه، تو میخوای پول رو پس بگیرم؟ گفت آره. گفتم باشه، من به روش خودم این کار رو میکنم. من این رو ازش درخواست نمیکنم، براش نمینویسم، بهش تلفن نمیزنم، ولی به روش تصویرسازی خودم عمل میکنم. پس اول از همه تجسم کردم که این پول رو داره. تو نمیتونی از کسی که پول نداره پول بگیری. پس تجسم کردم که این پول رو داره. بعد از اون تجسم کردم که مایل اون پول رو به هم برگردونه. چون ممکنه تو میلیون ها دلار پول داشته باشی ولی به خاربار فروشی بدهکار باشی. پس اول از همه اونو با مقدار زیادی پول تجسم کردم و بعد تجسم کردم که اون مشتاق برگردونه پول به من. بعد تجسم کردم که اون بدهی رو ازش دریافت کردم. من این کار رو چهارشنبه انجام دادم. حدود ساعت 4:30 زنگ زد. بیشتر از 1 سال بود که به من زنگ نزده بود. گفت امشب کار داری؟ گفتم آره، سخنرانی دارم. گفت پس منم همسرم در جلسه امشب شرکت میکنیم. گفتم خیلی هم خوب. پس اونا به جلسه اومدن. بعد از جلسه گفت من میرسونمت خونه و رانندت همسرای ما رو برسونن. بنابراین ما به پارکینگ رفتیم. اون همیشه یک ماشین قراضه قدیمی داشت، ماشینی که خیلی داغون بود، اما من در پارکینگ همچین ماشینی ندیدم. اون منو به سمت یک خودروی کریسلر بی‌نظیر برد و منو رسوند خونه و در طول مسیر راجع به پول حرف نزدیم. 5 دقیقه بعد کیفش رو باز کرد، به هم گفت نوول، این بدهی خیلی خیلی عقب افتاده، ولی الان برات چک می‌نویسم. و یک چک 1200 دلاری به من داد. من هیچ وقت این رو ازش نخواستم و در تمام مدتی که به من بدهکار بود حتی یک بار هم دربارش حرف نزدم. حالا اون پول رو به من برگردوند. پس ببین دوست من، اگه به واقعیت قدرت شگفت انگیز ذهن و تجسمت باور داشته باشی، همینطور عالی جواب میده. تو هر چیزی که بخوای رو میتونی با تجسم کردن به دست بیاری. راز مهمی که تو تکنیک تجسم وجود داره اینه. شما باید حس کنید اون چیزی که تجسمش میکنید واقعا اتفاق افتاده و حسش کنید. بعد میبینید چقدر راحت همه چیز طبق تصویر ذهنتون پیش میره. پایان.